افسوس که بی فایده فرسوده شدی و از داس سپهر سرنگون سوده شدی. در داب و ندامتا که تا چشم زدی، نابوده به کام خیش نابوده شدی. علی میری در سال 1318 در شهسوار دیده به جهان گشود. او دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فارغ التحصیل کلاس‌های آزاد هنرپیشگی بود. میری در سال 1340 پس از فراغت از تحصیل در هنرستان بازیگری به کار تئاتر مشغول شد و در بیش از 50 نمایش به ایفای نقش پرداخت. میری در تئاترهایی که توسط داریوش اسدزاده کارگردانی میشد، لهجه گیلانی و مازندرانی را فرا گرفت و برای همیشه با این لهجه به بازیگری خود ادامه داد. وی بازیگری در سینما را از سال 1343 با بازی در فیلم شیطان در میزند و زمزمه محبت آغاز. بیا بریم چیتا. بخورین که امروز باز کار کاسیبه من خوب نم. خدا فردا انشالله قسمی من خوب بشه در برای شما ها از اون شیرینی خوب میخره. مرسی. بخورین که برای همه شما ها میره. سلام. بچه. سلام. سلام بچه. سلام. برو مشغولشون. اون بوزبوز غندیر ما برده ملاقات. سلام سفر. سلام. حال شما خوب شیرین خانم جن؟ سلام. سلام بچه های عزیز. سلام روی ماه قشنگتون. من میمیرم برای همه شما. این دوست فامیلی ما آقا سفر. دوست فامیلی شما. خیلی از دیدار شما خوشبختم. خیلی هم بزبختم. قیافه رو نگاه کن. حالا چرا داری میری؟ مهنه جونه این آقا رزاست اومده تو رو ببینه مارا. شیطانی میگه همچین بزنم توی کلاه هاش که کلاهش بره توی گردن و خیرخرهش همچین بره ها. بیا بابا جم بیا بیا بالا که من برای شما مرتب شکلات میخرم. بیا بالا بیش ریختشی نگاه کن.
خداوندی خدا قسم ها با جان خدا معرفت تو صد برابر از اون بیشتر است. بیا جان بیادن از این شکلت ها بخور دهند شیرین بیا یا قربان تو برم هرچی باشه برای تو میخورم ولی برای اون کوفتم نمیخورم. بیا قربان حالی یادن مچ با هم بودیم بیدونه خدا شمش ای اما چه غلطی کردم این چیه؟ تو خواهی غلط که ببخشید اما زیاد من نوکرتم من ازیاد نکن من آقا من مخلص هستم من ببخش قربانی چی بوده من با تو شکلات دادم دیدی؟ حالا بیا یه دنه ماچ با من بوده ماچ کردم قتلم برای تنگ شده بود عزیزم از انتر من خوشید میاد هن رفت کجا هن چیتای من کجایی چیتا رفته بودیم عقیده من زیاد ناراحت نباش بیا بریم پیش میرزا مرغی خودم یه کار خوب میدم دست دیگه چیشی کار خوب میدم دستش تو واقعا خیلی رو داریا هنوز نیامدی میخوای دختر مردم غور باشه دیگه چی میگی موسم گله او نگو با من لجبازی نکن حالا که اینجوری شده اگه شرک منو بزنن قدم نمیذارم تو رو ببینم یه دار گشنه این دختر خجالت نمیکشی موسم گل آخه این دفعه که بگم مرگ تو چرا واجرش میدم تو همین قصر به سرش نزو آقا حالا اینجوری شده اگه جور بشه از کدو منو بگی میخوایم با هم دعوا کنیم دیگه داری چی میگه تو من آخه تو خدا دعوا نکنی خوب نیست با مرگ پرپیت میزنیم جون من عمو سفر تو حق داری ولی آخه من تا آخر عمر نمیتونم سربار تو باشم بالاخره باید یه کاری برای خودم دست و پا کنم نگاه این بچه ها قرکسترشو گذاشت رو آغوش دیوال بسن بی تو چی؟ بسن بذار که شیرین خانم خودش تصمیم بگیره ایش خودشم خاکی کرد خداحافظ گوش کنم سفر من برای نجات خواهرم هم شده مجبورم کار کنم ولی مطمئن باش خوبی هایی تو رو فراموش نمی کنم خداحافظ از اون آدم ها بیشتر میشه پول در آورد اونجا رو نگاه کنی سلام علیکم آج ظاهر بفرمی تو دمدر بده بریم پیش بازه بریم به به معلیکم آی ظاهر حال شما چطوره مخلصیم قربان علیکم السلام تعظیم عرض شد زیارت قبول داشت اسقر قبول باشد خوش گذشت آقای ظاهر اگر ممکن است در جوار حضرت به کسی بد بگذرد انشالله که همگی ساکنان منزل در این آفیت بله همگی هستن به جز لوچی لوچی عمرشو داد به من خداوند ایشان و گذشتگان را با فرشتگان مشهور فرماید از آقازادهش آقا رضا چه خبر؟ ناراحت نباش اگه پول و پلهی به شما بده کاره برم وسط نقدش کنم خیر خیر مرحوم ابوی ایشان وصیت نامچه این از من امانت گذاشتند که بعد از مرگ ایشان به پسرشان میری از محبوب ترین بازیگران سینمای فارسی قبل از انقلاب بود سینمای فارسی از میری که زبان فارسی را با لهجه شیرین گیلانی حرف می زد و عموماً در فیلم ها با کلاه شاپو ظاهر می شد تیپ منحصر به فردی ساخت که وی تا آخرین فیلمش در سینمای قبل از انقلاب آن را تکرار کرد میری در بیش از 115 فیلم بازی کرد که همه آنها از محصولات فیلم فارسی بود کمدی میری بیشتر متکی بر کمدی کلامی بود و او با مزه پرانی ها و شوخی هایی با لهجه گیلانی تماشاگران فیلم های فارسی را می خنداند و سرگرم می کرد. میخوای بگی از من خوشت نمیاد؟ شمس الله چیه جونت فدای شمس الله بابا این بی سبب ول کن کنده شد گوش آخه چی حرفای مردمو گوش میدی بابا این بی سبب ول کن دل خوشی داری نمزدی این بدبخته داره به هم میخوره آخه واخیز نومزدشون داره به هم میخوره خب الحمدلله یه دفعه دی از این حرفا بزنی تو میری از اینجا میندازمت بیرون ها دهه بوت مرده واسه کی داری خاطر تو میشی؟ من اصلا نمیفهمم تو اینجا چی کاری؟ من؟ تاج سر تو اینکه شغل نشد تو خودت چی کاری؟ من اسماعیل بیکله راننده عشرت خانم عروس آینده خان سردار زنبو خیر مگس این عروسی هیچ وقت سر نمیگیره اگه یه دفعی از این حرفا بزنی اون دندن آسیا رو میریزم کف دسته چی گفتی بی معرفت خاطر من با تو دعوا ندارم من نظر من دعوا بذارم چایچونت رو بگرم فردا تو مهدون تو خونه میخوام دو تا کشته بزنم تو گوشه سیبیلی چرا شریه میکنی دخترم پرویز خان کن گفت با عروسی نمیکنه عروسی نمیکنه مگی اسماعیل بیکله مرده من به تو قول میدم ولو شده به زور وادارش بکنم اول عقدت بکنه بعدم نامزدت بکنه ممنونم آجم ممنونم خجالت ندین من نکنه فهمیده باشه ما اینجا این فرنگو بسته باشه نه چند دقیقه پیش همین جا دیدنش اوناشونش اونجاست داره میره
خلاصه عوست جمع کن، دلم میخواد اون چنان کتکی بزنی که توی جغرافیای پدرش بینیسه. باش نقصوز بزنمش یا بی نقصوز؟ منظورت چیه؟ اگه یه جاش ناقص بشه اینو بهش میگن نقص عضو. 3 سال زندونی داره، 1 سالم غیر قانونی بهش میخوره میشه 4 سال. اون وقت خرجت بالا میره. با نظر ما همه گیلان مازندران باید بیندازیم پشت قباله مادر تا تو بخوای رضایت بدی. ای بابا این نرخیه که ما از همه میگیریم دیگه. حالا نمیشه تو به نرخ شهرداری با ما حساب بکنی؟ این کار غیر قانونیه، نرخ هم نداره. بابا پولات در رو بینم چقدر قاعده پولات میزنه. خیلی خوب دستتو بکش، تو جیبوری مگه یک گردن کلوفت؟ خودم میدم دین همه در ای منه. بفرم بز بینم چقدر. واقعا تهران شما خیلی گرانی ها. شما هم ماهی دودی و ماهی سفیده گرانش میکنین، ما هم چیزای دیگر رو. این با اون ده اونا مفصل باشتره میاد. برو جلو برو ببینم چند مرده دل لگ. یلا برو بینم لطفر شدن شمس و لزفر اطلاعات که ها. به به بابا باقد آباد چه انگوری؟ این کار کجا؟ کار تهرون مارکش هم مینوز فرمایش. آخه من مارخرم. یه؟ آره به نظرم چند تا گیلاس زیادی خوردی به کنار. ببینم مگه نرخش بالاتر از این هست؟ حق و حساب خودم جدا میدم. چه سخار؟ بگی بیرم حق حساب بگی. وی بیشتر در نقش‌های فرعی و در قالب تیپ‌های ثابتی چون پیشکار و نوچه وفادار در کنار جاهل‌ها و لوتی‌های قهرمان فیلم فارسی بازی کرد و از بازیگرانی بود که در دهه 50 تقریباً ساخت فیلم فارسی بدون حضور او ممکن نبود. میری با اغلب کارگردان‌های فیلم فارسی مانند رضا صفایی، امیر شروان، سیامک یاسمی، محمود کوشان، اسماعیل ریاحی و نصرت الله وحدت کار کرد و زوج هنری بازیگران محبوب فیلم‌های فارسی مثل رضا بیکیمانوردی، ناصر ملک مطیعی، وحدت و منوچهر وسوع. یه سال زندونی داره، 1 سالم غیر قانونی بهش می‌خوره میشه 4 سال. اون وقت خرجت بالا میره. با نظر ما همه گیلان مازندران باید بیندازیم پشت قباله مادر تا تو بخوای رضایت بدی. ای بابا این نرخیه که ما از همه میگیریم دیگه. حالا نمیشه تو به نرخ شهرداری با ما حساب بکنی؟ این کار غیر قانونیه، نرخ هم نداره. بابا پولاتو در رو بینم چقدر قاعده پولات میزنه. خیلی خوب دستتو بکش، تو جیبوری مگه یک گردن کلوفت؟ خودم میدم دین همه در ایمانه. بفرم بز بینم چقدر. واقعا تهران شما خیلی گرانی ها. شما هم ماهی دودی و ماهی سفیده گرانش میکنین، ما هم چیزای دیگر رو. تو بی خودی که مدیر نشدی جنم، درس خندی درس. خب بد جور میشه، حالا چی کار باید بکنی؟ از من سوال میکنی؟ تو مدیری قربان، من که یه معاون اینقدی هم جن. چطور این پسره رو ردش کنیم بره؟ قیافش چطوری؟ قیافش؟ والا قیافش نمیدنم، من فقط از دور اینه میدیدم. بریشه چیکار میکنی؟ ها باید داشت ابرام رو پیدا کنی. اون کاری میکنه که این پسره عشق و عاشقی از سرش بره. باری کلایی مدیر گل گفتی. فقط یه قدر شل گفتی. بله قربان، خود سریقه پیدا کردم. پس چی شد؟ فرار کرد قربان، اما شناختمش. سریقه سابقه در رضا کجدس. هیچ اقدامی هم برای دستگیریش کردین؟ بله قربان، شب و روز در حال اقدامیم به خدا، ولی متاسفانه تا این ساعت موفق نشده می رضا کجدس رو پیدا بکنم دی. سرکار. بله قربان. این پروندگی ترفیه شما. بله قربان. من با تقاضای ترفیه شما موافقت کردم. متشکرم قربان. ولی در کشوی میز من بایگانی میشه تا وقتی که سارق رو دستگیر کنی و با اموال مسروقه تحویلش بدی. میتونی بری. بله قربان. گولنر چی شد؟ آقا گولنر کجا رفت؟ کجا رفته؟ بس کی میدنه کجا رفته؟ چطور شده؟ گولنر؟ گولنر جان کجا رفتی؟ گولنر ایا؟ به گولنر، آقا گولنر چی کار کردی؟ چه خالی میدنه؟ او حواست جمع کن، عوضی برای من نری ها. خیال نکنی یه وقت من اینجا گارسونم، من صاحب کارم، مدیر و همکاری اینجام. خیالاتم تو رو ور ندارد، وگرنه تمام است.
پس جاسم شمایی؟ نه جانم، من قاسمم، بد جوریم قاسمم. خب قاسم، جاسم کجا میشه دید؟ جاسم همین جزیره سایه قاسم آقا است، اتاقشم اون پشته، ولی تو نمیتوانی اونه ببینی. تا دعوا میشه سرشونو میندازم پایینو مثل گاف فرار میکنم. گوشاله قربان، مگه فرقشون چیه احمد؟ قربانت گردم گوشاله، بچه یه گاو زیرنگترم هستون ترم فرار میکنم. حضرت آقا با منی سرکا؟ بله با جناب علی هستم. بگو ببینم این های کجدست کجا رفت؟ کجدست کیه؟ رضا، آقا رضا دوست جناب علی که با هم از تاکسی پیاده شدین. من چه میدونم؟ نترس جانم نترس. یونم میخوام یه خدمتی بون بکنم که تا الان نکرده بودم، ببینم منزلش این دور حوالیست. من نمیدونم سرکار. با جناب علی در یک منزل زندگی میکنه؟ سرکار من میگم نره، تو میگی بدوش. بسیار خوب، ندوش جانم ندوش، ولی بدن و آگاه باش، پنده بزود یه زود هم منزل جناب علی را یاد میگیرم هم رضا جان کجدست. خدا توفیقت بده سرکار، اجازه میدیم ما بریم؟ بله جانم بفرما. خدا حافظ شما. بفرما قربان، جوجه را آخر پاییز میخوره نزی. این همه دزد و ارزل اوباش از کجا پیدا بکنه؟ این که کاری نداره، تو این شهر به این بزرگی قیافه دزد معلومه. برو چند تاشون رو بردار بیار اینجا. خدایا من اخو دوز از کجا پیدا کنم؟ آقا ببخشید جناب. بنال بابا. یه چی قربان؟ شما یه دونه دوز گردن کلوف اینجا سراغ نداری؟ یه پا جواز دی باشه بنا. آقا بابا بابا مشکل من نه یه تا دلت کرده. خدایا یه بگیرم من اخو دوز بودم اینجا مگه دوز پیدا کنم؟ آقا ببخشید. آره با من خودم نهار نخوردم. او این مالده که دی آلپری این. نهار نخوردم خانه خراب. ای سیگارین شما یه دوز شلی جولاقی گردن گلو تی سراغ ندارین؟ چرا داشتی تموم شد آقا جمع داشتی تمام شد. ای میره بالا میومد پایین، میره بالا میومد پایین، میره بالا میومد پایین، میره بالا بالا بالا. آقای بالا هم یه نگه دار، من میخواستم از شما دونه پر خواهش کنم، ممکنی یه دوتا دوز گردن گلو تی با من نشم بدی؟ بالا دوز صحب خورتی آقا من جد آباده، من دوز نیست، من دوز میخوام لازمش دارم. خودت برستن یه دنه دوز دقلن، من گرفتار شدم، بدبخت شدم. باشید ممکنه خواهش کنم جناب علی پاتوق این دوزه رو با من نشان بدید؟ نظرم اطلاع ندارم. اطلاع نداری الحمدلله. برستن یه دوز نهارم بنا. آقا شما یه دنه دوز سراغ نداری؟ دو دوز ای تو بگوره پدر نامار بی حواست. ای دای قزی، ای دای قزی، وایسه بینم جناب علی دوزموز اینجا سراغ نداری به ما بدی؟ دو هزاری نه بابا، داشتیم دادیم و جادا بکنم. آقا دوز میگم دوزه، تو چرا منگی باره؟ بیرو بابا خدا روزی که جایدی به حواله بخونه. میگم دوزی میگه دوزری. آقا ببخشی جناب علی دوزری، دوزی هرچی داری ایچی به ما بدی؟ اینم اونجوریه خدایا یقه کیه بگیرم؟ تو چجوریه تو این مملکت یه دنه دوزم پیدا نمیشه؟ غیرت، جاهل و رقاصه، کج کلاخان، این دست کجه، بده در راه خدا، گل پری جون، ناخدا با خدا، گل نسا در پاریس، دزد و پاسبان و اخ نکن سرکار از جمله محبوب ترین و موفق ترین فیلم های میری در سینمای قبل از انقلاب ایران بود. آخرین فیلم میری در سینما فیلم به دادم برس رفیق ساخته مهدی فخیم‌زاده بود که در سال 1357 بازی کرد. جبار شنیده خواهرت تو بندره. بندر؟ آره. گردن کلوفتی تو برای من در نیاری، پولت در بیار تا سالم از کیه؟ کیه؟ تو این چجور صدا؟ لا اله الا الله، هرچی میخوام. فیشت فیشت فیشت. آره بیا. با منی؟ آره دیگه. لی تو با من فیشت فیشت میکنی؟ آره بیا جان. آره خوب بفرما. دانم میدانم آقا جان، اسمش آسیا هست، خوشگل، خیلی هم خوشگل، مال اینجا هم نیست، گوشتشم یه دنه خش داره که توی گلوی آدم گیر میکنه. چی گیر میکنه؟
یار او حواست جمع کن، عوضی برای من نری ها، خیال نکنی یه وقت من اینجا گارسونم، من صاحب کارم، مدیر و همکاری اینجام، خیالاتم تو رو ور ندارد، وگرنه تمام است. پس جاسم شمایی؟ نه جانم، من قاسمم، بدجوریم قاسمم. خب قاسم، جاسم کجا میشه دید؟ جاسم همینجا زیر سایه قاسم آقا است، اتاقشم اون پشته، ولی تو نمیتوانی اونه ببینی. باشه، بعدا تلفن. الان جان، یقیه منه بلکو بابا، عجب آدم دیوانه یه این ماشه. خلاص شده، با تام قاسم. والا نمیدانم به خدا، نمیدانم اصلا این مرده که چه مرضی داره. با من میگه من با جاسم کار دارم، میگم والا به خدا نمیشه، مشت کشیده، پاره چپرست کرده، زده زیر گله این من، تمام چک چنه این من دقن کرده، تمام گردن من ورم کرده. به خدا داره، به خدا یه تلفن بزن ببین از جنگلی باغ وحش حیوان فرار نکرده. داره به خدا بزن بریم که بزنم که چیکار کنم. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، بیا بمرگ تو من یه دنگ اینو بزنم، این طاقت یه مشت من نداره تو میمیری. والا آقا ما تو این شهر غریبیم، کس و کاری هم نداریم، فکر کردیم که بیایم خدمت شما، شاید یه کاری دستمون بدین. چه کاری؟ هر کاری که باشه فرقی نمیکنه، فقط یه کاری باشه که واسه ما افت نداشته باشه. بله. همچین جاسنگی باشه خیلی بهتره. بله، مثلا پست مدیر کلی، ریاست جارو کشی خونه. اما هرچی هست اجازه بدید این فقط زیر دست من کار بکنه، من یه حساب خورده ای باید دارم میگیری یا نه؟ لا اله الا الله، ما اینجا واسه تو کاری نداریم، بفرمایید. آقا من فقط آقا جان، مگه حرف حساب سرت نمیشه؟ با تو میگه برای تو اینجا کاری نداریم. ده قربان شما بفرما بیرون، من یه کاری به تو میدم. دست منو دست هم بکن ببین دست تو میمیری بلمیزم ایوانه سیست نمیمرده. گوش کن آقا جون، همینجوری که نمیشه ما رو رد کنین. گوش کنین بنده چی عرض میکنم، راست بنده همه درنگی هستن، کار کشتم هستم، هر کاری ازم برمیاد دست بزنم روبرای، یعنی دست راستم حرف نداره تو سر فیلم. خلاصه هر جوری حساب کنین، آدمی مثل من خیلی به درد شما میکنه، توجه میفرمایین؟ چون جوهر دارم، وجود دارم، جون شما به خدا، اما هر جا بذارم آدمی مثل من رو دست میبرن، توجه میفرمایین؟ هر جا برم قبولم. میگم آقا ما بی خودی به خود من زحمت میدیم، این مرد که تا کتک نخوره آدم نمیشه. یالا کلک بکنین، چمالش کنین، بیندازین شما میاد. شما کار کنین. علی میری در 12 اسفند ماه 1387 در بیمارستان آبان تهران بر اثر عارضه قلبی درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. نامش جاودان و یادش گرامی.